در شهر قندهار در جنوب افغانستان نیروهای امنیتی با جنگیان طالبان که یک شب قبل به یک مهمانخانه حمله آوردند وارد درگیری شدند. در نتیجه این عملیات که 16 ساعت ادامه یافته با رهایی بنای قرارگاه آموزگاران مربی از سوی نیروهای امنیتی انجام یافت، دو نفر جان باختند. در سراسر افغانستان در زد و خوردها با طالبان 26 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. گرجستان روز 26 می روز استقلالش را تجلیل کرد. در پایتخت شهر تفلیس در محیط ایدانه یک سلسله سبقت های ورزشی برای کودکان و هم تنتنه های با رقص و موسیقی و رسم کشی دایر شد. 26 می سالگرد استقلال گرجستان از روسیه در سال 1918 به دنبال انقلاب اکتبر می باشد. گرجستان سال 1991 بعد سقوط اتحاد شوروی دیگر باره مستقل شد. در پاکستان وکیلان مدافع در پی هلاکت یک روز پیش دو همکسبی آنها از سوی پلیس کارپرتویی سراسری برپا کردند. در شهرهای بزرگ به خیابانها ریختن وکیلان مدافع باعث توقف کاری دادگاه ها شد. دو وکیل روز 25 می در درگیری ها با پلیس در جریان یک اعتراض علیه تخریب چند مغازه در منطقه دستگاه ولایت پنجاب کشته شدند. در دوشنبه پایتخت تاجیکستان مقامات شش کشور پساشوروی در یک نشست مبارزه با مواد مخدر جمع شدند. رهبر هیئت روسیه گفت یک منبع اساسی تامین مالی جنگیان گروه تندروی دولت اسلامی پولی مواد مخدر است. ویکتور ایوانوف گفت این گروه در افریقا، عراق و اروپا شبکه قاچاق مواد مخدر دارد. در شهر توزلای بوسنیا کارگران ناراضی کارخانه دولتی تولید قسم‌های احتیاطی ماشین در روبروی بنای حکومت اعتراض کردند. آنها میگویند 6 ماه باز معاش مناسب نگرفتند و به آنها در این مدت تنها 120 یورو و بسته غذا دادند. معاش کارگرانشان را نپرداختن کارخانه های بی‌پول در بوسنیا یک مشکلی سراسری است.